برنامه حقیقت آشکار همراه با کشیش شهید مهدی دیباج در خدمت شما هستیم بازگشت از گمراهی به خدا اول سموئل 29 فلسطینی ها برای حمله به بنی اسرائیل سفارایی کردند. فرماندهان فیله ها پرسیدن این ابرانه ها اینجا چه میکنند؟ اخیش داوود را خواست و به او گفت از روزی که پیش ما آمدی عیبی در تو ندیدم اما فرماندهان با تو خوب نیستن برو به سلامت داوود و یارانش به شهر زیگلاک برگشتن ولی دیدن شهر قارت شده و در آتش سوخته و زن و فرزندانشون به اسارت رفته است تا رمق داشتن اشک ریختن و ناله کردن داوود خیلی ناراحت شد چون مردم میخواستن او را سنگسار کنند چون به خاطر از دست رفتن زن و فرزندانشان جانشون تلخ بود. داوود به ابیاتار گفت ایفود را بیاور و از خداوند پرسید دنبال دشمن برم خداوند فرمود برو و پیروز میشی. داوود با آن 600 نفر به راه افتاد اما دیویس نفر نیمه راه از خستگی سر چشمه عقب ماندن. بازگشت از گمراهی به خدا این یک واقعیت است که تاریک ترین زمان در تجربیات انسان همیشه یک لحظه پیش از سپیده صبح و روشنایی روز است خطر مرگ، موج سیل، ترس و دام دورمو گرفته است مزمور هیجده چار و پنج به نظر می رسد داوود به آخر خط رسیده است ولی وقتی کسی به انتهای خود رسید خدا در آنجا منتظر اوست ممکن خودش نفهمه و خود را دست خوش طوفان ببینه اما همیشه خدا نزدیک شکست دلان است در این تجربه برای داوود ثابت شد که انسان وقتی به درد خدا می خورد که ته بکشد به انتهای خود برسد وقتی آخرین رمقمان تمام شد هرگاه از همه جا امیدمان قطع شد به کشف جدیدی می رسیم و اراده و مقصود خدا را درک میکنیم و تازه میفهمیم خدا از ما چه میخواد و چه نقشه های عالی برای زندگی ما در نظر دارد میخوای بدونی خدا به کی از همه نزدیک تره؟ به ضعیف نزدیک بود پایم بلغزد و سر بخورم مزمور هفتاد دو ای کاش طرز فکر ما در حضور خدا این چنین باشد چون وقتی فهمیدیم که ضعیفیم خدا به ما قوت تازه میدهد هرگاه ناتوانم آنگاه توانا هستم در حالی که لحظه های حساس زندگی داوود را مطالعه می کنیم، از خدا می خوام با دلهای ما صحبت کند تا بفهمیم خودخواهی داوود او را به کجا کشان در متن خواندیم که داوود در وضع بدی بود دلتنگی، افسردگی و ترس از شاول او را فلج کرد به فلسطینی ها پناه برد در شهر زیگلاگ ساکن شد. شاه اخیش وقتی حکومت شاعور را متزلزل دید حمله وسیعی را بر ضد بنی اسرائیل تدارک دید. سیل مهاجرین از یهودا به سرازیر بود. داوود هم پناهنده شد و پست فرماندهی به او واگذار کردی. چه وضع شرماوری مرد خدا در نبرد اما در جبهه دشمن داوود در پست فرماندهی نیروهای دشمن آماده ی حمله به قوم خیش بود داوود در چه تنگنای وحشتناکی گیر کرد او به سازشی تنداد که هیچ راه فراری نداشت ولی از این هم بدتر داوود خیلی زود فهمید که حتی فلسطینی ها هم به او اعتماد ندارن این ابرانی ها اینجا چه میکنند؟ چه سؤال به جایی؟ اعتراض اخیش هم به جایی نرسید و او را بیرون انداختن چیزی از این توهین آمیزتر می شود که مرد خدا به دشمنان خدا پناه ببرد و او را ترد کند آیا این فقط یک داستان عهد عتیق است یا تجربه قرن بیست هم هست؟ امیدوارم شما جزء کسانی نباشید که یک قسمت از کتاب مقدس را مهم میدونن و قسمت های دیگر را نادیده میگیرند. تمامی کتاب مقدس از الهام خداست و برای تعلیم ما در عدالت مفید است. پس در این حکایت عهد عتیق تصویر بعضی مسیحیان امروز را میبینیم که مثل داوود به راه خودخواهی میروند و نمیخوان به عیسی مسیح وفادار بمونند و قدرت کلام خدا را زیر سؤال میبرند که میفرماید کسی نمیتوند به دو ارباب خدمت کند آنها با دنیا تنگا تنگ زندگی میکنند ولی در زم سیگار نمیکشند مشروب نمیخورند قمار نمیکنند و در مرز بین فرزندان خدا و بی ایمانان قدم می زنن. در مقام یک مسیحی عبادتشو می کنه ولی با مردم دنیا هم مخلوط میشه. مثل آنها صحبت میکنه، مثل آنها رفتار میکنه، اما هرگز از عیسی مسیح حرفی به میان نمیاره. چرا؟ مبادا برای خودش و دیگران زحمت ایجاد کنه و کلام خدا را نادیده میگیره که میفرماید زیر یوق ناموافق با بی ایمانان نروید عکس این هم خطرناکه یعنی وقتی جدایی به گوشگیری بکشه و با بی ایمانان ارتباطی برقرار نباشه الگوی ما خود عیسی مسیح است که دوست گناهکاران بود و نزدیک به هر کس که نیازی داشت اما پاک و بیگناه جدا و بی عیب و لکه بود گاهی مسیحی خودشو مثل داوود در جمع ناجورها میبیند که همرنگ جماعت شده معیار مسیحی خود را پایین آورده به این بهانه که باید تا سرحد امکان همرنگ دیگران شد و با خدا نشناسان در هم تا خیال نکنند که مسیحی غیر طبیعی است بعد با تحقیر توهین آمیزی روبرو می شود که بی ایمانان در ظاهر از او خیلی بهتر هستند و بر می و می این مسیحی اینجا چه می البته بدتر از این هم بر سر داوود آمد که به آن می رسیم. یک سؤال تو کدامی؟ مردی که دفتارش نشان میداد خدا او را ترک کرده است؟ البته که نکرده است وقتی خدا با موسا درباره بنی اسرائیل صحبت میکرد که روزی وارد سرزمین موعود میشن فرمود اگر کسی در اثر نافرمانی مرتد شد به طوری که دیگر امیدی به بازگشت او نیست من او را برمیگردانم و در عهد جدید خداوند ما عیسی مسیح میفرماید هیچ کس نمی تواند ما مسیحیان را از آغوش خدای پدر و شبان عزیزمان بیرون بکشد. پولس رسول با اعتماد و اطمینان می گوید در تمام آفرینش هیچ قدرتی نمی تواند ما را از محبت خدا که در خداوند ما عیسی مسیح هست جدا کند. من به برگزیدگی و استقامت مقدسین و مردان خدا یعنی ایمانداران عیسی مسیح ایمان دارم چون به استقامت و وفاداری و دولت صبر و تحمل خدا در عیسی مسیح ایمان دارم داوود تا اعماق جهنم سقوط کرد به پناهندگی شرماوری تن در داد چون به سازش با دشمنان خدا داد ولی چه امید شادی بخشی است که بدانیم انسان تا هر عمقی سقوط کرده باشه فیض خدا و خون نجات بخش ایسای مسیح خداوند جلوتر از آن چشم به توبه اوست مسیحی تا هر فاصله ای از خدا آواره شده باشد هرگز دور از دسترس خداوند عجیب و بینظیرمان نیست به لطف و به نرمی تو را میخواند به خانه برگرد زمانی که داوود سرگردان بود خداوند چطور مواظب او بود حتی در آن وضعیت سازشکارانه خدا کاری کرد تا خشم انسان او را تمجید نماید خدا با چه مهارتی داوود رو از مرگ و نابودی حفظ کرد در تمام آن مدتی که داوود خارج از اراده خدا و در جمع دشمنان خدا بود و زندگی دنیوی داشت خدا چه میکرد؟ آیا خدا بیکار و بی تفاوت بود؟ هرگز در اول تواریخ دوازده بیست و دو لیست اسامی تمام کسانی را میخوانیم که در زیگلاک پیش داوود آمدند تا سیصد و چهل هزار نفر دور آن شاه تبعیدی جمع شدند و کمک کردند تا راه برای به سلطنت رسیدن او هموار شود داوود با اینکه خارج از اراده خدا و برکات او به سر میبرد قادر مطلق در فکر او بود و به فکر قصد نهایی خود برای او بود در همون لحظه هایی که همه فکر میکردن داوود از چشم و دل خدا افتاده است جمعی شناکنان از رود اردن پیش او آمدند و بعضی از جبهه های جنگ که شاول بر ضد داوود تشکیل داده بود پیش او آمدند با اینکه داوود خارج از برکات خدا و در جمع دشمنان خدا بود خداوند به آرامی نیروهای کمکی برای او میفرستاد که در نبردهای آینده به آنها احتیاج داشت خداوند هرگز اجازه نداد انحراف و سقوط خادمش در بیدینی او را از نقشه های عالی خدا برای او منحرف کند امروز چی از همون اول خدا اراده فرمود تا کسانی که به حضور او میآیند مثل فرزند او عیسی مسیح بشن تا مسیح فرزند ارشد باشد و بقیه برادران او و البته خدا از خیلی پیش میدانست که چه کسانی به حضور او میآیند پس از انتخاب ما از ما دعوت کرد به حضور او بیاییم وقتی آمدیم ما را بیگناه شناخت و از خوبی مسیح ما را لبریز کرد و ما را با خودش در مقام و موقعیت عالی قرار داد و حتی وعده داد که ما را در شکوه و جلال خود شریک کند خدا تو را از ازل برگزید تا مثل عیسی مسیح بشی از نظر دستور زبان تمام فعل ها در زمان گذشته است یعنی انجام شده است حتی اگر شیطان ما را لغزش بدد و به تور اندازد حتی اگر به ظاهر در ارتش دشمنان خدا رژه می رویم خدا به آرامی در ما کار می کند و نقشه های ازلی خود را در زندگی ما پیاده می کند دعا می کنم تا این وعده های کمکی خداوند مثل آهنگ خوشنوا تو برادر ضعیفم را دلداری بدد دلگرم کند امید تازه بخشد و زیر سایه بالهای خداوند آورد فلسطینی ها خیال کردند کار عاقلانه کردند که دست رد به سینه داوود زدند و او را به وطن خود برگردانیدند قافل از اینکه آنها وسیله شدند تا خدا داوود رو از آن وضع سازشکارانه نجات دهد در هر حادثه دست توانای خدا به نفع ما در کار است بازگشت داوود به زیکلاک کاملا به موقع بود تا آنچه کاشته بود درو کند و دست آورد گناه خودخواهی خود را ببیند که خاکستر بود و نیز به موقع بود تا دشمن را تعقیب کند شکست دهد و آنچه از دست داده بود به دست آورد که در فصل بعد مطالعه میکنی به راستی که همه چیزها دست به دست هم دادن و به نفع ما در کارند حتی وقتی از اراده خدا خارجم وقتی تعدیب خدا را رد میکنم وقتی خدا میخواد با محبت مرا اصلاح کند و من فرار میکنم وقتی در تله سازش گیر کرده ام وقتی فکر میکنم خدا حق دارد مرا تا به ابد رد کند خدا زیر این آسمان از همه به من نزدیکتر است و من از همه کس در دل او عزیزتر هستم حتی اگر بی ایمان شوم او وفادار میماند تا به آغوش او برگردم چون نمیتواند خود را انکار کند چه خدای خوبی چه نجات دهنده بی نظیری. آیا دلت میاد پیش چنین خدایی رام نشی؟ آیا دلت میاد به چنین خدایی که تو را این طور دوست دارد پشت کنی؟ ممکنه بگی حالا که خدا مرا زمین زده و آب از سرم در رفته این حرفا چه تأثیری به حالم داره ولی صبر کن ببین خدا چه به موقع داوود را نجات داد آن چه خدا با او کرد با من و تو هم میکند تمام اینها برای این است که ما به آخر خط برسیم به انتهای خودمان برسیم تا امیدمان به همه کس و همه چیز قطع شود جز به او درباره داوود نتیجه بخش بود اما به چه قیمتی وقتی به شهر زیگلاگ برگشت پناهگاه او در آتش میسوخت و خاکستر شده بود وقتی داوود و همراهان او وارد شدند شهر در آتش سوخته بود زن و فرزندانشان به اسارت رفته بود داوود و یارانش آنقدر گریه کردن تا خسته شدن. میتونی آن صحنه را مجسم کنی. اجازه بده روح القدس تو را یاری کند تا آن صحنه را به تصویر بکشی. داوود مرد محبوب دل خدا از طرف فلسطینی ها رد شد. به جمع دشمنان خدا پیوست ولی حتی به درد آنها نخورد. حالا هم زن و فرزندان و تمام دارایی او از دست رفت و بدتر از همه یاران شجاع او سر به شورش گذاشتند تا سنگسارش کنند در آنجا داوود روی خرابه های خودخواهی های خود ایستاد و زار زار گریه کرد نتیجه عمل سازشکارانه او خاک و خاکستر شد دشمنانش او را رد کردند شخص سازشکار به درد آنها هم نخورد یارانش او را سرزنش کردند حتی میخواستند او را سنگسار کنند ظاهرا خود را خاک بر سر و بیخود میدید که دریاها از خدا جدا و دور بود آیا کسی از او پستر و رسواتر پیدا می شود؟ هیچ کس به غیر از ایسای مسیح که از این هم پستر شد به کلی از خدا بریده شد تا ما را نجات بخشد آیا گرفتاری تو از گرفتاری داوود بدتر است؟ با آن چه می کنی؟ داوود خودش را در خداوند تقویت کرد داوود سر عقل آمد از خودخواهی حماقت سازش دیوانگی دست کشی و ناگهان خود را غرق در برکات خدا دید و پس از ماها از خدا کسب تکلیف کرد لابد خداوند به او جواب داد داوود دیگه به درد من نمیخوری نه هرگز این کار را نکرد داوود شش ماه دوره کارآموزی برات میذارم این هم نه مدتها باید تربیت بشی تا به درد من بخوری نه خدا جواب داد برو وقتی داوود به خداوند پناه برد همان دم که دست دعا به سوی خدا دراز کرد به محض اینکه با اشک و آه به آسمان چشم دوخت خدا قلب شکسته او را دید و فوری به او قول قدرت و پیروزی داد و او را فرستاد تا جنگ را فتح کند آن لحظه دعا برای داوود دروازه پیروزی شد غرق در برکات خدا شد و سراغاز اجرای نقشه های عالی خدا برای زندگی او شد ای عزیز دل خدا این همان میعادگاهی است که خدا میخواهد تو را آنجا ملاقات کند آیا به راستی با تمام دل اشتیاق داری که خدا امروز به تو پیروزی و برکت بدهد پس به محض اینکه با دل شکسته در میان خرابه های خودخواهی هایت بیستی و اعتراف کنی که بی خود با خدایت می جنگیدی؟ وقتی با چشمان گریان به ایسای بی نزیرت چشم ایمان و امید و محبت بدوزی در آن لحظه نه فقط دست تو را می و بلندت می کند بلکه به تو پیروزی می دهد و دنبال دشمن می فرستد تا آنها را تعقیب کنی پولس رسول اعتراف کرد که برای من دیگر ثابت شده است که وجود من به خاطر این طبیعت نفسانی از سر تا پا فاسد است هرچه سعی می کنم نمی خودم رو وادار کنم کار خوب بکنم من می خوام خوب باشم ولی نمی تونم هیچ کس نمی با خلوص نیت اینطور دعا کند مگر اینکه با دل شکسته و آه و ناله به پیش تخت رحمت خدا آمده باشد چنین اعترافی تمام نیروهای آسمان را برای کمک تو بسیج می کند این قدم تازه را بردار و این سرود جدید را بخوان. وقتی مسیح روی چوبه دار صلیب مصلوب شد در حقیقت من هم با او مصلوب شدم پس دیگر من نیستم که زندگی میکنم بلکه مسیح است که در من زندگی میکند و این زندگی واقعی که الان دارم نتیجه ایمان من به فرزند خداست که مرا دوست داشت و خودشو فدای من کرد خدا هر قولی میدهد به آن عمل میکند ابراهیم اطمینان کامل داشت که خدا قادر است هر چه میگوید به آن عمل هم بکند این راه ملکوت خداست تنها راه هم هست راهی که به وسیله خداوند ما عیسی مسیح تأیید شده است هر کس میخواد مرا پیروی کند باید از آرزوها و آسایش خود چشم بپوشد و هر روز صلیب خود را به دوش بکشد و دنبال من بیا کسانی از برکت سلطنت خدا بهره مند می شوند که مثل بچه های کوچک دل بی آلایش و زود باور داشته باشند اگر خودخواهی و سازش تو را به وضع بد کشانده است فراموش نکن که خدا هنوز تو را دوست دارد و برای زندگی تو نقشه های عالی در نظر دارد فقط اوست که میتواند تو را نجات بدهد از آن لحظه که از جنگ با خدا دست بکشی و در حضور خدا فروتن بشوی وقتی خود را دلگرمی بدهی و از خدا کسب تکلیف کنی در آن لحظه او در کنار توست خداوند به دست راستت سایه توست در واقع همین الان او با توست تا برای تو هم مثل داوود کارهای بزرگ انجام دهد خداوند به تو پیروزی و برکت عطا می کند خداوندا من آمدم قبول فرما شما می توانید برنامه رادیوی جهانی پارس را به صورت زنده از روی وبسایت www.persianworldradio.com گوش دهید. امیدواریم که این برنامه پند حقیقت آشکار باعث برکت شما شده باشه اگر در مورد این برنامه سوالی دارید می توانید با شماره واتساپ 2031